به ونکوور بریم برای گفتگو با خانم دکتر کسایون رهنوردی. خانم دکتر خیلی خوش آمدید، ممنون که وقت گذاشتید. شما در چند ماه گذشته به همراه دیگر پزشکان گروهایی رو برای حمایت از پزشکان و کادر درمان زندانی و در خطر اعدام راه اندازی کردید. چقدر در میون جامعه پزشکی همبستگی می‌بینید؟ ممنونم که منو دعوت کردید آقای دهقانپور. این همبستگی که من میبینم واقعا چشمگیر هست. ما هیچ وقت پیش از این همه تمایل و آمادگی در میون همکارانمون ندیده بودیم که بخوان یه کار جمعی رو انجام بدن. فکر میکنید این به هر شکل، چون غیر از گروه شما من در ارتباط هستم، گروه های دیگری هستن که به شکلی کار موازی انجام میدن و با نیت در واقع خوب، فکر میکنید این علت اینکه این گروه های متعدد هستن ناشی از دیدگاه سیاسی متفاوتی که میان پزشکان هست و این اختلافات به نظر شما در کجاست؟ من اصلا فکر نمی کنم این به خاطر دیدگاه های مختلف سیاسی باشه. این مسئله بُعد انسانی عمیقی داره و برای همینی که تونسته با همه انسان ها ارتباط برقرار کنه و در حوزه کار ما با همکاران کادر درمان و هیچ کس نیست که این ویدیوها و این پیام‌ها رو دیده باشه و تونسته باشه که هیچ واکنشی از خودش نشون نده. بنابراین تشکیل این گروه‌ها به خاطر این هست که همه میخوان سهمی داشته باشن در کمک به مردم و خیلی این باعث خوشحالیه. در حالی که صحبت میکردی تصویر نامه‌ای رو ما میدیدیم که نتیجه تلاش‌های شما و همکارانتون هست که باعث شد اعضای نمایندگان پارلمان کانادا برای قبول کفالت سیاسی بعضی از پزشکان که در زندان در خطر اعدام بودن پا پیش بگذارن. بفرمایید که چطور شد اون کمپینی هم شما رو انداختی، خود شما بودید در حمایت از دکتر قره حسنلو که خوشبختانه تا الان منجر به لغو حکم اعدام ایشون شده و یه پتیشنی هم برای دکتر فرهاد میثمی رو انداختی، در مورد این دوتا توضیح بدید. در مورد دکتر قره حسنلو که همه فکر میکنم از تمام نقاط دنیا دست به کار شدن، برای اینکه اصلا قابل انتظار نبود و خیلی نگران کننده بود و در واقع هر کسی هر کاری که از دستش برمی اومد انجام داد. در مورد دکتر فرهاد میثمی، ایشون میدونیم که از سال 2018 در زندان هستند به خاطر اعتراض به حجاب اجباری و ما نگران این بودیم که، و اخیراً هم دست به اعتصاب قضا زدن، نگران این بودیم که ایشون در سایه دیگر معترضین قرار بگیره و تعداد زیادی که به هر حال در زندان هستن و میدونیم که کسانی که گمنامتر میمونن، ساکت‌تر میمونن، در خطر بیشتر هستن و ما تصمیم گرفتیم که این موارد رو برجسته‌تر بکنیم. در مورد تماس با سیاستمداران کانادایی، ما سعی کردیم و سعی میکنیم که اخبار رو دنبال بکنیم و هر حرکت خوبی که انجام میشه ما هم رو دنبال بکنیم و تماس گرفتیم با سیاستمداران و ازشون خواستیم که این همبستگی رو با مردم و با نیروهای بین المللی و سیاستمداران دیگر کشورها نشون بدن.